نماد دیگری از همبستگی میان اتحادیه اروپا و اوکراین در سایه ظهور برخی شکاف‌ها، نشست تعدادی از دیپلمات‌های ارشد اروپایی در کیف برای نمایش حمایتشان از اوکراین در حالی آغاز شد که پس از 19 ماهی که از آغاز حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد، نشانه‌هایی از مخالفت با ادامه چنین حمایت‌هایی در حال ظاهر شدنند، هم در اروپا و هم در آمریکا. روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در پایتخت اوکراین گرد هم آمدند تا در نشستی غیر رسمی و از پیش اعلام نشده به بررسی حمایت این بلوک از کیف و همچنین فرمول صلح ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بپردازند. نشستی که در آن آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان نسبت به گسترش این اتحادیه به شرق اروپا ابراز خوشبینی کرد. با برگزاری این نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، ما این اتحادیه را به جایی میبریم که هم اکنون قلب تپنده اروپاست. اینجا در کیف، در اوکراین. آینده این کشور در اتحادیه اروپاست. یعنی جمع ما کشورهای آزاد که به زودی گسترش از لیسبون تا لوهانسک خواهد بود. هر روستا، هر قسمتی که اوکراین آزاد کند و ملتش را نجات دهد، راهش را هرچه سریعتر به سوی اتحادیه اروپا هموار میکند. و ما شرکا و دوستان اروپایی به حمایتمان از اوکراین ادامه خواهیم داد. با این حال بربوک بلافاصله اضافه کرد که برای عملی شدن این رویا اوکراین باید زنگار زخیم فساد بر ساختار حکمرانی در این کشور را بزداید، پیش شرطی که احتمالاً به این زودی ها فراهم نخواهد شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تاکنون تأمین کننده حجم عظیمی از سلاح و مهمات اوکراین بوده و همچنین کمک‌های مالی گسترده‌ای را به این کشور کردند. کمک‌هایی که حداقل تا به این لحظه ادامه داشتند. به گفته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کمک‌های این اتحادیه به اوکراین تاکنون بالغ بر 85 میلیارد یورو بوده است. اما در این میان اظهارات کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه حاوی نکته مهمی بود. او گفت یکی دیگر از اهداف تشکیل این نشست رساندن این پیام به روسیه است که نباید روی خستگی و سرخوردگی اتحادیه اروپا از کمک‌هایش به اوکراین حساب باز کند. این در حالی است که نشانه بارزی از این سرخوردگی مشاهده می‌شود. حداقل در اسلوواکی، یکی از اعضای اتحادیه اروپا، چرا که در پی برگزاری انتخابات در این کشور حزبی برنده شده که رهبرش روبرت فیسو به وضوح اعلام کرده که خواهان پایان کمک نظامی به اوکراین است، تحولی که شاید اوکراین را کمی نگران کرده باشد. ما به تصمیم مردم اسلوواکی احترام می‌ذاریم، ولی سخن گفتن از تأثیر نتیجه انتخابات بر موضع رسمی اسلوواکی هنوز زوده. ما لازم منتظر شکل‌گیری ائتلاف بین احزاب این کشور بمونیم و پس از اون نتیجه گیری کنیم. اما منشأ دیگر این نگرانی در آن سوی اقیانوس اطلس قرار دارد. نمیتونم باور کنم که جمهوری خواهان و دموکرات ها در مجلس نمایندگان و سنا صرفاً به دلایل سیاسی بگذارن که انسانهای بیشتری در اوکراین جان خودشون از دست بدن. به نظر میرسد مخالفت با ارائه کمک های نامحدود به اوکراین در میان جمهوری خواهان در کنگره آمریکا رو به فزونی است. البته این مخالفان هنوز بدل به اکثریت نشدند، اما انتظار میرود با نزدیکتر شدن به انتخابات 2024 بر تعدادشان افزوده شود. با این اوصاف دولت بایدن نهایتاً تا پایان سال جاری میلادی میتواند کمک هایش به اوکراین را بدون مانع ادامه دهد. از آن مقطع به بعد، شاید همانطور که کرملین امیدوار است، سرخوردگی از ادامه جنگ اوکراین در میان سیاست پیشگان آمریکا نیز موضوعیت بیشتری بیابد. محسن ایزدی، لندن.